استرالیا، کشوری که هر از گاه با بکام مرگ فرو رفتن شماره از مهاجرین غیر قانونی و ویژه افغانها بر سر زبانها در افغانستان میفتند. اما در کنار از او، نقش این کشور در ولایت مثل اروزگان در جهت بازسازی و تامین امنیت و ویژه روند انتقال و چگونگی تطبیق برنامه های بازسازی از جمله پرسش هایی است که در ذهن همگان خطور میکند. اما اینکه پاسخ این پرسش ها چه خواهد بود، آقای جان فلیپ سفیر استرالیا در کابل پاسخ میگوید. تشکر آقای سفیر از حضورتان در تورنتو. تشکر از دعوتتان، از عملکردتان در ولایت اروزگان، جایی که شما در آنجا حضور داشته آغاز میکنم. تشخیصتان از وضعیت موجود این ولایت چگونه است؟ استرالیا رهبری گروه بازسازی ولایتی را از سال 2010 به این سو در ولایت اروزگان به عهده داشت و بخشی از شرکای ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها شمرده میشد و به عنوان همکار مهم افغانستان در سطح اداره کشوری و ولایتی اروزگان شمرده میشد، تا اینکه گروه بازسازی ولایتی با حضور نخست وزیر ما هفته پیش در ولایت اروزگان بسته شد و ما فکر میکنیم که اکنون حکومت افغانستان و اداره محلی اروزگان میتوانند مسئولیت را به گونه کامل آن به عهده گیرند و تاکنون ما نیز با نیروهای امنیتی افغانستان کار نمودیم و در کنار آن در جهت ساخت و ساز مکاتب، مراکز بهداشتی و تقویت حکومت محلی نیز سهم داشتیم. اما در کل نگاه ما این است که باید همه کارها توسط حکومت افغانستان برای افغانها صورت گیرد و اکنون ما فکر میکنیم باید حکومت افغانستان تمامی مسئولیت‌ها را باید دریافت کنند و ما فکر میکنیم که حکومت افغانستان اکنون میتواند به گونه خیلی خوب از عهده این مسئولیت‌ها بدرآید. We think we've been pretty successful. We're very pleased with what we've been able to do, but we're even more pleased with what the Afghan government is now able to do there. Do you have any specific? آیا پول مشخص برای تطبیق پروژه های بازسازی برای ولایت اروزگان تخصیص داده اید؟ We will continue to allocate money to Oruzgan province. ما با تخصیص پول برای برنامه‌های بازسازی اروزگان ادامه می‌دهیم و ما می‌خواهیم برنامه‌های را در این ولایت تطبیق کنیم و برای سال آینده نیز ما 4 پروژه روی دست داریم و 3 پروژه هم تا 2015 ادامه خواهد داشت. این پروژه در بخش آموزش به ویژه ساخت مکاتب و در بخش بهداشت متمرکز خواهد بود. از سوی دیگر در بخش توان بخش زنان و تقویت حکومتداری محلی نیز پروژه‌های تطبیق خواهد شد و ما به همکاری خود ادامه خواهیم داد و این موارد تنها محدود به استرالیا هم نخواهد بود، زیرا اگر شما فراتر از آن نگاه کنید میبینید که هماهنگی لازم میان ما، حکومت افغانستان، آلمانی ها و آمریکایی ها وجود دارد. در 2001 تنها 10 مکتب در اروزگان وجود داشت، اما اکنون بیش از 200 مکتب وجود دارد که 26 مکتب آن برای طبقه ناس است. پس این یک پیشرفت بزرگ است و این تنها مربوط به کشور نمی شود، بلکه شامل تلاش حکومت افغانستان و چندین کشور دیگر نیز می گردد. و در مورد وضعیت امنیتی چگونه؟ در مورد وضعیت امنیتی باید گفت که ما کارهای زیاد را انجام دادیم و در این حال با به عهده گرفتن رهبری امنیتی از سوی افغانها فعالیت شورشان کاهش یافته است و تهدیدات امنیتی نیز در سطح این ولایت کاهش یافته است و تلاش هایی که شورشان برای تصرف مناطق انجام دادن نیز با تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان یعنی ارتش و پلیس ناکام شدند و یا هم مناطق دوباره زیر اداره حکومت محلی آمد و این کارها توسط خود نیروهای امنیتی افغانستان بدون دخالت ISAF یا هم استرالیا ها صورت گرفت. پس این یک موفقیت بزرگ بود و ما فکر میکنیم که آنها سال آینده نیز چنین خواهند کرد. پس آیا فکر میکنید روند انتقال در ولایت اروزگان به گونه موفقانه آن به پیش میرود؟ من چنین فکر میکنم، اما خیلی زود است تا در مورد موفقیت یا ناکامی این روند صحبت نمود، اما تاکنون موفقیت آمیز بوده و باید حکومت افغانستان برای ادامه آن تلاش کند و ما نیز کمک خواهیم کرد. اما فکر میکنم وضعیت در اروزگان در حال شما در حالی از موفقیت روند انتقال امنیتی در اروزگان سخن میزنید که هر از گاه خبر از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول مانند فرمانده شجاعی به گوش میرسد و گفته میشود که حکومت افغانستان توانایی دستگیریش را هم ندارد. پاسخ شما چیست؟ فکر میکنم مشکلات در اروزگان به گونه کامل حل نشده و در ولایت زیبای مانند اروزگان نیز مشکلات زیاد باقی مانده است، زیرا اروزگان به عنوان یکی از فقیرترین ولایت های افغانستان هنوز هم باقی مانده است. اما چیزی را که ما گفته میتوانیم این است که پیشرفت های زیادی نیز صورت گرفته است و نیروهای امنیتی افغانستان در کنار اداره محلی این ولایت خیلی زیاد پیشرفت نمودند و آنها صلاحیت و توانایی بیشتری برای حل مشکلاتی که شما از آن یاد نمودید دریافت نمودند و میدانند که چگونه با مشکلاتی که مواجه میشوند آن را حل نمایند. So do you believe that
با شما فکر میکنید این یک چالش بزرگ فراراه نیروهای امنیتی افغانستان است تا با آن مقابله فکر میکنم که آنها خواهند توانست با چنین مشکلات مقابله کنند و من مطمئنم نتوانستند آنها مشکلات معین را حل نمودند که نمیخواهم با جزئیات بگویم اما این یک مثال هست مثال دیگر همین است که آنها از وقتی که رهبری را به عهده گرفتند با مشکلات مقابله می کنند. خوب، زمانی که در مورد افراد مانند فرمانده شجاعی صحبت می کنیم به خاطر این است که دوبار امر دستگیریش از سوی حکومت مرکزی کابل داده شد اما عملی نشد. نه خیر، تاکنون حتی نیروهای امنیتی افغان و ایساف موفق به دستگیری ملا عمر هم نشدند. شما او را با ملا عمر مقایسه می کنید؟ نه خیر. چیزی را که من می خواهم بگم این است که ما نمی توانیم همه مشکلات امنیتی را حل نماییم. چالش های امنیتی یک مشکل افغانستان شمول است و در اروزگان نیز تاکنون حل نشده است. اما نیروهای امنیتی افغانستان این توانایی را دریافت نمودند و در پی حل آن هستند. فکر می کنید چه چالش های در ولایت دورافتاده مانند اروزگان تا هنوز هم باقی مانده است؟ بله، زنان و کودکان در ولایت اروزگان هنوز هم با چالش‌ها و مشکلات مواجهند، اما وضعیت نسبت به گذشته بهبود یافته است. فکر می‌کنم مهم این است که زنان ثبت نام شوند تا بتوانند رای بدهند و من امیدوارم زنان زیاد برای رای دادن در ولایت اروزگان بتوانند ثبت نام نمایند، اما وضعیت بهبود یافته است. چنانچه گفتم 26 مکتب برای دختران ایجاد شده و دختران به سطح لیسه از اروزگان می‌توانند فارغ شوند و این دستاورد است، زیرا در 2001 هیچ مکتب برای دختران وجود نداشت. پس موضوعات در حال بهبود است، اما اینکه خیلی کامل یقینا نه. بگذارید مردم افغانستان به گونه روشن‌تر نسبت به عملکرد استرالیا به ویژه در جریان ماموریت قاطع بدانند. نقش کشور شما در این ماموریت چه خواهد بود؟ حکومت استرالیا گفته که ما جز از ماموریت قاطع در افغانستان خواهیم بود و یقینا این وابسته به حکومت افغانستان است که اشتراک ما را بپذیرند و ما هم در مورد امکانات چنین توافق با آنها صحبت نمودیم و ما زمانی که از بستن گروه‌های بازسازی ولایتی صحبت می‌کنیم یقینا آیساف هم در مورد بستن پایگاه در افغانستان در پایان سال جاری تصمیم خواهد گرفت و سال آینده ما 400 سرباز در افغانستان خواهیم داشت که بیشتر آنها در کابل و کندهار مستقر خواهند شد و ما با حکومت افغانستان در حال صحبت روی حضور ما در سال 2014 و پس از 2014 هستیم که البته این وابسته به حکومت افغانستان است تا روی توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن تصمیم بگیرد و بعد هم ما در حال صحبت با حکومت افغانستان هستیم که چه کارهای مشترک با هم میتوانیم انجام دهیم و در این حال نقش ما در ماموریت حمایتی قاطع چی خواهد بود؟ پس نقش این 400 سربازی که اینجا باقی میمانند چه خواهد بود؟ They won't have any combat missions anymore. آنها نقش جنگی نخواهند داشت بلکه نقش آموزشی را جهت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق چون کندهار و قرقه در کابل به عهده خواهند داشت و در کنار آن با سایر اعضای آیساف به گونه مشترک کار خواهند کرد. ما در حال صحبت هستیم که نقش ما در آن چی خواهد بود. آیا استرالیا کدام پروژه بزرگ بازسازی را در افغانستان عملی خواهد نمود؟ ما کدام پروژه بزرگ زیربنایی را برای اجرا نمودن در افغانستان روی دست نداریم، اما در حال ایجاد مکاتب هستیم که با مالیزیایی ها در چگونگی تطبیق آن در حال صحبت هستیم و استادان مالیزیایی به گونه مشترک با استادان افغان در اینجا کارهای آموزشی خواهند نمود و این یک کار خیلی عالی و مشترک سه حکومت برای توسعه آموزش در سراسر افغانستان خواهد بود. این یک پروژه است که میتوان بالای آن افتخار نمود. بگذارید به گونه‌ای کلی‌تر به ویژه سفر بیش از یک دهه جامعه جهانی در افغانستان را بدانیم. فکر می‌کنید تا چه حد ماموریت 12 ساله جامعه جهانی در افغانستان با موفقیت امراه بوده است؟ این یک سوال خیلی مهم است. زمانی که نخست وزیر ما به افغانستان آمد گفت که ماموریت جنگی ما تلخ و شیرین بوده است. شیرین به خاطر اینکه ما موفقیت داشته ایم، اگرچه نه آن کامیابی که ما تصور می‌کردیم، و تلخ به خاطر اینکه ما سربازان خود را در اینجا از دست دادیم. اما در کل کارهای زیاد وجود دارد که باید انجام بگیرد و ما گفته نمیتوانیم که موفقیت کامل بالای شروعشان داشته ایم و هنگامی که وضعیت افغانستان را نیز میبینیم مانند ازدحام ترافیک در کابل، مزار شریف و هرات میبینیم. پس بدین معناست که
وضعیت بهبود یافته است و یا اینکه هنگامی که ما کودکان و دختران را در حال رفتن به مکتب می‌بینیم و فارغ شدن دکتران از دانشگاه را می‌بینیم، پس این همان نوع پیشرفت است. در این حال شمار زیاد از کارهای اجتماعی صورت گرفته و در کنار آن در مبارزه با شورشان نیز موفقیت‌های به همراه بوده است، اما این کار در نهایت به راه حل سیاسی نیاز دارد، نه راه حل نظامی، و در آخر روز تنها افغان‌ها اند که باید روی آن توافق نمایند. اما دیدگاهی وجود دارد که این پیشرفت‌هایی که شما با آن اشاره می‌کنید خیلی ها شکننده است. نه خیر، من فکر می‌کنم این در جامعه بست یافته و ریشه‌دار شده است و هنگامی که نسل نو فارغ شده از مکتب و دانشگاه را می‌بینیم و افراد حرفه‌ای مانند شما را می‌بینیم و در کنار آن شبکه‌های تلویزیونی را، پس این موارد در جامعه محقق شده است و اگر بگویم که این قابل برگشت هم است، که البته چنین چیزی هم ممکن است و این بازگشت در هر جا و هر کشوری ممکن است، حتی در استرالیا. اما برخی پیشرفت در موارد چون آزادی بیان و مردم سالاری که شما نیز با آن اشاره نمودید را نمایشی می دانند تا واقعی. آیا می پذیرید؟ سوال مشکل است که بتوانم با آن پاسخ بگویم، اما باید گفت که در هیچ کشور دنیا کارها با آن خوبی که مردم در مورد آن تصور میکنند به پیش نمی رود و در مورد افغانستان باید گفت که کارهای زیاد باقی مانده که باید انجام شود و فکر میکنم هیچ کس نمیتواند از آن کار کند، اما جامعه جهانی اینجا حضور خواهد داشت تا افغانستان بتواند با آن اهداف خود برسد. به یقین پیشرفت های صورت گرفته کامل نیست و ما نیاز داریم که بیشتر کار نماییم و نیاز داریم به پیش برویم و کارهای خوبی هم صورت گرفته که دیگر صورت با ساخت آن وجود ندارد. اما آقای سفیر، زمانی که شما از ناامنی موجود افغانستان سخن میزنید و راه حل را هم سیاسی میدانید، شما را بدین باورند که رسیدن به هدف مبارزه با آرش افغانی از طریق جنگ در افغانستان ناکام شده است. آیا میپذیرید؟ نه خیر، من فکر نمی کنم ناکام شده باشد، اما این یک موفقیت بزرگ را نیز به همراه نداشته است. شورشگری را اگر از دید تاریخی در هر جا و هر کشور نگاه کنیم، می بینیم که ممکن نیست به گونه کامل توسط نظامیگری به آن راه حل جستجو کنید تا زمانی که راه حل سیاسی نیز به آن جستجو نکنید. پس آیا این یک اشتباه بود که در 2001 ماموریت نظامی برای شکست طالبان در نظر گرفته شده بود؟ نه خیر، ما باید اینها را واضح‌تر بسازیم. ماموریت نظامی برای ایجاد فضای سیاسی نیاز است، زیرا برای یک حکومت ملکی ضرورت است تا به مردم نشان دهد که حکومت ملکی بهتر از حضور شورشیان است و این یک چالش در برابر حکومت افغانستان بوده است، چالشی که هر حکومت درگیر با آن مواجه است. از سوی دیگر پیروزی نظامی یا ماموریت نظامی تنها میتواند فضا سازی نماید تا حکومت ملکی بیاید و تنها در آن صورت مردم تغییر میکنند و فکر میکنم افغانستان در حال رفتن به این جاده است و این جاده تاکنون پایان نیافته است، اما تاکنون موفقیت کامل را نیز به همراه نداشته است، اما فضا ایجاد شده و باید از این فرصت استفاده صورت گیرد. اما شما فکر میکنید چون این فضای ایجاد شده در کجا؟ وضعیت نسبت به سال 2001، 2008 و 2009 بهبود یافته است و این موارد را میتوان در جاده های کابل و فعالیت های اقتصادی این کشور دید و در شرق و جنوب بدون شک مناطق ناامنی هم وجود دارند، اما چیزی را که من در اروزگان دیدم نشان از بهبود وضعیت به ویژه صلح نسبت به 4 سال قبل بود. شما میدانید که در نزدیکترین ولایات به پایتخت مانند پروان، غزنی، وردک امنیت لازم وجود ندارد و نماینده های مردم هم هر از گاه نسبت به آن شاکی هستند و نمیتوانند به مناطق اصلیشان نیز بروند. خب این نیاز به بهبود دارد، اما پس این یک چالش بزرگ است. یقیناً یک چالش است. چالش بزرگ؟ بله. و تا هنوز باقی مانده؟ چالش باقی مانده، اما در این حال پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است و کارهای هم در پیش روز که باید عملی شود و موارد امنیتی هم وجود دارد تا نیروهای امنیتی افغانستان باید به آن رسیدگی نماید و در این حال حکومت افغانستان و نماینده‌های مردم افغانستان در پارلمان نیز باید برای بهبود وضعیت مردم و ارائه خدمات بهتر کار نمایند و هر کس باید برای تامین و بهبود وضعیت متقاعد گردد و این مربوط حکومت است نه مربوط شورشیان. اما آقای سفیر، سوال این است که شما میگویید ماموریت نظامی راه را برای راه حل سیاسی باز میکند، اما پس از 12 سال اکنون ما میبینیم که فضای برای راه حل سیاسی ایجاد نشده است. خب فضای زیاد است. مثلا
فضا وجود دارد. اینجا نمایندگان پارلمانند و کودکان به مکتب می روند، زنان قادر به رای دادنند و این فضای سیاسی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم. در اروزگان فضا به گونه‌ای برای مردم مساعد شده که در سال 2001 و حتی 2007 برای ارائه خدمات ممکن نبود و این فضای سیاسی است. در عین حال من نمی توانم در مورد هر منطقه و هر روستا صحبت کنم. من می توانم در مورد اروزگان و تصویر بزرگ از وضعیت افغانستان صحبت نمایم. چیزی را که من در اروزگان دیدم خیلی متفاوت نسبت به 4 یا 5 سال قبل است. اداره محلی اروزگان کار می کند و در آنجا حضور دارد و این فضاست و کاری است که حکومت محلی اروزگان با توجه به آن فضا در یک محیط صلح‌آمیز کار می نماید. اما شما زمانی که از ایجاد فضای برای رسیدن به یک راه حل سیاسی سخن می زنید، آن در کجاست؟ راه حل سیاسی در کجاست؟ بله دقیقاً. خب مربوط افغان‌ها. این فضا تا کنون ایجاد نشده. فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها، استرالیایی‌ها و سایر اعضای ایساف بتوانند صلح را برای افغان‌ها تامین کنند. افغان‌ها باید خودشان این کار را انجام دهند و به همین منظور است که شما شورای عالی صلح دارید و حکومت افغانستان هم کار می‌نماید. چرا رئیس جمهور به پاکستان سفر کند و چرا هم صحبت روی آن جریان دارد؟ پس این موارد است که افغان‌ها باید انجام دهند و این مربوط جامعه جهانی نیست. بیاین و برای شما انجام دهند. اما شما را از افغان‌ها به گونه دیگر فکر می‌کنند، یعنی اینکه رسیدن به ثبات در افغانستان خواب بیش نیست و با خروج سربازان خارجی وضعیت موجود هم پایان می‌یابد. من فکر نمی‌کنم، همه چیز تمام خواهد شد. کارهای زیاد صورت گرفته، اما حالا مربوط افغان هاست تا این مسئولیت‌ها را به عهده بگیرند و مطمئن شوند که این موارد پایان نخواهد یافت. ما کار را می توانستیم انجام دادیم، اگرچه هم موفقیت آنچنان را که می خواستیم به دست نیاوردیم، اما اکنون مربوط شماست. ما نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش دادیم، ما حکومت افغانستان را در جهت تمویل بازسازی کمک نمودیم، ما با آموزش سربازان افغان ادامه خواهیم داد و ما حضور نظامی در قالب ماموریت حمایتی قاطی نیز خواهیم داشت. پس اکنون مربوط افغان هاست تا کشورشان را از شورشان و فقر محافظت نموده و به پیش بروند. Before you said about the peace process with the Taliban. شما پیش از این در مورد روند صلح در افغانستان گفتید که با خروج سربازان خارجی از افغانستان دیگر منطق جنگ نزد طالبان پایان می‌یابد. پس آیا فکر می‌کنید با این خروج دیگر ثبات در افغانستان تامین خواهد شد؟ من شک دارم که به گونه کامل ثبات تامین شود. چنانچه گفتم این مسئولیت حکومت افغانستان است تا با پیش برود و به نظر این که با آمدن طالبان ثبات تامین خواهد شد زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد. اما به هر صورت باید منتظر بود و دید که چی خواهد شد. اما در کل این مربوط حکومت افغانستان که چگونه می خواهد به پیش برود و چگونه می خواهد با شورشان بجنگد و یا هم با چه راهکاری در پای گفتگو با طالبان می شود و در مورد انتخابات آینده افغانستان هم باید گفت که راه حل صلح‌آمیز انتقال سیاسی خواهد. در کل زمانی که در مورد حضور سربازان استرالیایی در افغانستان صحبت می‌کنید و زمانی که در مورد توافقنامه امنیتی میان کابل واشنگتن سخن می‌زنید، پس این بدین معناست که سربازان خارجی اینجا حضور خواهند داشت و طالبان هم در برابر حکومت و نیروهای خارجی خواهند جنگید و جنگ بی پایان در افغانستان رقم خواهد خورد. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم. من نمیتوانم آینده را پیش بینی کنم. اما شما قبلا پیش بینی نمودید؟ نه خیر. با ویژه در مورد خروج سربازان خارجی و منطق جنگ طالبان سخن زده اید؟ نه خیر. من نمیگویم که با خروج سربازان خارجی طالبان از جنگ دست بند کشید، اما باید منتظر مان و دید که حکومت افغانستان مسئولیت خود را چگونه انجام میدهد و چگونه میخواهد به پیش برود و یا اینکه چگونه با شورشان مبارزه میکند و یا هم روند صلح را چگونه به پیش میبرد و این همه مربوط حکومت افغانستان است آن را انجام دهد. من نمیتوانم هیچ چیز را تضمین کنم و نمیتوانیم بگوییم که طالبان به چی میاندیشند. پس در کل دیدگاه های در این مورد وجود دارد. پس باید دید که آیا آنها جنگ را کنار گذاشته بر روند صلح خواهند پیوست یا خیر. پس این مربوط حکومت افغانستان است تا در مورد گفتگو با طالبان تصمیم بگیرد و جامعه جهانی هم از آن پشتیبانی میکند. آقای سفیر، به عنوان یک دیپلمات کشوری که شما افغانستان را کمک میکنید، فکر میکنید راه حل وضعیت موجود افغانستان نظامی به ویژه توسط سربازان خارجی نیست، بلکه نیاز به یک راه حل سیاسی دارد؟ بله، به هر دو نیاز است. ماموریت نظامی راه را برای راه حل سیاسی باز می کند. هر دو. اما تا کنون موفق نبوده. با پوزش ندانستم. زمانی که از ماموریت سیاسی و نظامی در افغانستان صحبت می کنیم، تا کنون موفق نبوده. من پیش از این گفتم که ماموریت نظامی فضا را برای یک راه حل سیاسی مساعد می سازد تا طالبان متقاعد شوند که از راه جنگ پیروز نخواهند شد
و این کاملا حقیقت هم دارد. پس طالبان بیایند و با حکومت افغانستان گفتگو کنند و برای ثبات دراز مدت باید چنین کار صورت گیرد. اما آیا شما فکر میکنید که جنگ طالبان را متقاعد به گفتگو خواهد کرد؟ امیدوار هستید؟ من با طالبان صحبت ننمودم و نمیتوانم در مورد سخن بزنم، پس امیدوارم آنها متقاعد شوند. اما گذشته 12 ساله چه چیزی را نشان میدهد؟ خب ما میبینیم که در چند مورد آنها قدم به پیش میگذارند و دوباره به عقب برمیگردند، پس آنها مفکورهشان را خیلی ها تغییر میدهند. من با طالبان صحبت ننمودم و نمیدانم، اما ما با حکومت افغانستان فکر میکنیم که نیاز به یک راه حل سیاسی در نتیجه گفتگو با طالبان است و این مربوط طالبان است که بیایند و با حکومت افغانستان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی صحبت نمایند. فکر میکنم در کل نیاز است تا در هر سطح در مورد آن کار شود و این چیزی است که حکومت افغانستان انجام میدهد. موضوع دیگری که هر از گاه سرخط رسانه ها قرار میگیرد مسئله مهاجرت با استرالیا است. به ویژه زمانی که در مورد تغییر شماره از اصول قوانین مهاجرتی استرالیا میشنویم، میشود بیشتر در مورد آن به بینندگان توضیح دهید؟ I should say first that we're talking about illegal immigrants here. Every country has a right to decide who comes to the country. من در آغاز در مورد مهاجرت غیرقانونی باید بگم که هر کشور حق دارد بگوید چه کسی میتواند به کشورش بیاید و چه کسی هم نمیتواند، و بدین منظور استرالیا تا کنون 120 هزار مهاجر قانونی را پذیرفته است که شامل افغان ها نیز میشود. البته بخش از آنها افراد حرفه‌ای بودند و شمار دیگر هم مهاجرینی که بر اساس عواطف انسان دوستانه پذیرفته شدند. پس ما افغان های زیادی را به گونه قانونی در استرالیا پذیرفتیم، اما در مورد چیزی که ما میخواهیم روی آن تمرکز کنیم، جلوگیری از سفر غیرقانونی به استرالیا است و ما میبینیم که مردم از مسیر بحر به گونه غیرقانونی میخواهند وارد استرالیا شوند و توسط قایق ها با مشکلات و رنج های زیادی میخواهند به استرالیا بیایند، و این کار قاچاقبران انسان و جنایتکاران است تا آنها را به گونه غیرقانونی به استرالیا بیاورند. مردم توسط قایق‌ها به اندونزیا منتقل شده و بعداً توسط قایق‌های باز به استرالیا فرستاده می‌شوند، و ما می‌بینیم که صدها هزار تن تلف می‌شوند. البته آنها پیش از این که استرالیا برسند و هم توسط گروه‌های نجات جان‌هایشان محافظت شود از بین می‌روند، و تاکنون صدها و صدها افغان هم از بین رفتند، زیرا آنها بالای قاچاقبران انسان اعتبار می‌کنند. پس این موضوع خیلی قابل نگرانی است که ما باید جلوی آن را بگیریم، و در این حال ما این حق را داریم که بگوییم چه کسی به کشور ما بیاید و چه کسی هم نیاید. اگر مردم پیش از جولای آمده باشند، ما پالیسی متفاوت نسبت به آنهایی داریم که پس از جولای آمدند. آنهایی که پیش از ماه جولای به استرالیا آمدند در اردوگاه های پناهجویی زندگی می کنند و ما نیز فردا آنها را به کشور نمی فرستیم. اما بر اساس قانون جدید ما 400 متقاضی افغان را تا چند روز دیگر توسط هواپیما دوباره به افغانستان خواهیم فرستاد، و این یک روند قانونی است که راه را مشخص می‌سازد، یعنی چه کسی می‌تواند در استرالیا اقامت گزین شود و چه کسی هم نمی‌تواند آنجا بماند. این زمان را در بر می‌گیرد. در این حال قواعد دیگر هم در حال تغییر برای آنهایی است که در شهرها، روستاها و اردوگاه‌های استرالیا اکنون زندگی می‌کنند، که ما در پی یک راه حل هستیم که مناسب حال کودکان و زنان در آن جا باشد، و از سوی دیگر راهکار قانونی برای آن جستجو شود. مردم که پس از جولای میآیند پالیسی متفاوتی است و این پالیسی تغییر نموده است، زیرا ما نیاز داریم تا این تهدید را که بر اساس آن قاچاقبران پول به دست میآورند و جان آنها را به خطر میاندازند را متوقف سازیم. پس ما این افراد ورودی پس از جولای را به پاپاگینه نو کشوری که در نزدیکی ماست خواهیم فرستاد، و در آنجا ما پناهندگان معمول را تشخیص خواهیم داد. اما در این حال صحبت ما تنها متمرکز به پناهجویان افغان نیست، بلکه ما در مورد عراقی ها، ایرانی ها، سریلانکایی ها، پاکستانی ها و سایر شهروندان کشورهای دیگر سخن میزنیم. پس این زمینه ساز آن میگردد تا افراد دیگر به گونه غیرقانونی وارد استرالیا نشوند، و نیز تصامیم ما بر اساس کنوانسیون های پناهجویی متمرکز خواهد بود. پس پالیسی جدید هم برای کسانی میتواند زمینه ساز آن شود تا در استرالیا اقامت گزین شود، نه در پاپاگینی نو، و این کاری است که ما انجام می‌دهیم، و این پالیسی جدید است و ما هم بر اساس آن می‌گوییم که به استرالیا نیایند، زیرا امکانات برایشان وجود نخواهد داشت. آقای سفید، ذهنیت در میان شمار به ویژه جوانان افغان وجود دارد، با این که عملکرد شما در برابر آنهایی که غیر قانونی به استرالیا سفر می‌کنند برخلاف موازین پذیرفته شده بر اساس کنوانسیون‌های جهانی است. نه خیر، این درست نیست. استرالیا هر تصمیمش را به گونه جدی و بر اساس کنوانسیون های پذیرفته جهانی می گیرد،
و حقیقت نگاه ما این است که چگونه می توانیم از مردم پیش از ورود به اردوگاه های پناهجویی محافظت نماییم و یا اینکه افراد را که ما به پاپوگینه نو می فرستیم خیلی مواظب هستیم تا حقوق آنها بر اساس کنوانسیون های جهانی حفظ گردد. ما می خواهیم به گونه خاص مطمئن شویم که از زنان و کودکان به گونه درستان مواظبت می شود. اینها الزامات است که ما باید بر اساس کنوانسیون های جهانی باید مد نظر بگیریم و ما نیز در این مورد خیلی ها جدی هستیم، اما ما تاکید می کنیم که مرزهای ما توسط ما نگهداری می شوند و ما تصمیم می گیریم که چه کسی می تواند بیاید و چه کسی هم نه. در مورد افغان ها هم باید گفت که جمعیت زیادی در استرالیا به گونه قانونی آمده و زندگی می کنند، اما اگر به شکل غیر قانونی باشد پس ما باید در مورد آن تصمیم بگیریم. آیا فکر میکنید تغییر قوانین موجود میتواند زمین ساز جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی با استرالیا گردد؟ در کل به گونه کامل این روند را متوقف نسازد، اما میتواند آمدن به استرالیا به گونه غیر قانونی را خیلی ها محدود سازد و ما فکر میکنیم که این راه حل خوب است تا ما بتوانیم دست کم جان افراد اندک را نجات بدهیم، اما باید گفت که فضای زیادی برای مردم وجود دارد به گونه قانونی به استرالیا بیایند. پیش از مطرح نمودن پرسش اخیرم در مورد ماموریت استرالیا پس از 2014 در افغانستان، میخواهم پیام شما را برای افرادی که میخواهند به استرالیا به گونه غیر قانونی سفر کنند، به ویژه جوانان افغان را بدانم. فکر می کنم پیام من این است: ممکن فضای مناسب زندگی در استرالیا وجود داشته باشد و ما نیز از ورود اولین افغان ها را در سال 1860 به استرالیا خیلی خوب به خاطر داریم. من امیدوارم که افغان هایی که خود را متحد به کشورشان می دانند باید در افغانستان باقی بمانند و از دید اقتصادی و اجتماعی در پای تقویت جامعه خودشان باشند و این چیزی است که افغان ها به ویژه جوانان می توانند انجام دهند و امیدوارم که آنها چنین نمایند. Afghans can do and young Afghans can do and I hope they will. For the last question there is two questions. First, با عنوان پرسش‌های اخیر، نقش استرالیا پس از 2014 در افغانستان چگونه خواهد بود و نگاه شما نسبت به افغانستان در جنوری 2015 چگونه است؟ اول ما به پشتیبانی خود از افغانستان پس از 2014 نیز ادامه خواهیم داد و صدها میلیون دلار برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان پس از جنوری 2015 خواهیم پرداخت و ما همچنان 180 میلیون دلار را به افغانستان امسال کمک خواهیم کرد که برای استرالیا این خیلی زیاد است و ما به کمک‌های بیشتر پولی ادامه خواهیم داد. ما توقع حضور را داریم و ما توقع کمک را از سوی سربازان ما نیز بر اساس تقاضای حکومت افغانستان داریم، اما از دید اقتصادی ما همچنان به کمک نیروهای امنیتی افغانستان خواهیم پرداخت. در مورد نگاه من از افغانستان در جنوری 2015 باید گفت که سوال بزرگ است، اما ما امیدواریم افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز به میان آید و این سال است که نیروهای افغان به گونه کامل در رهبری قرار خواهند گرفت و امیدوارم آنها به گونه کامل ثبات قلمرو کشور را تامین کنند و امیدوارم انتقال دموکراتیک بر اساس انتخابات در افغانستان نیز تحقق یابد و رئیس جمهور آینده بر اساس انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب شود. اگر افغانستان این موارد را پس از 2015 به دست بیاورد، پس این یک تحول بزرگ خواهد بود، اما این بدین معنی نیست که همه مشکلات حل شده، زیرا هنوز هم مشکلات زیاد اقتصادی نیز وجود دارد، اما افغانستان آینده امیدوار کننده دارد و این پیام من است تا افغانستان چنین آینده را به دست بیاورد و ما هم پشتیبانی خواهیم نمود. در کل نگرانی در ذهن شما را از افغان ها وجود دارد که چه تضمینی وجود دارد که پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان یک بار دیگر تاریخ تکرار نشود و افغان ها 1992 یا هم 1996 توبه نکنند؟ هیچ کشور تضمین ندارد، حتی استرالیا، آمریکا یا هم افغانستان، اما ما باید برای آینده بهتر کار نماییم و فکر می کنم افغانستان در وضعیت خیلی بهتری نسبت به 2001 یا هم 1992 و 1996 را دارد و اگر در مورد برگشت 1992 بگویم، باید اشاره نمایم که جامعه جهانی اینجا باقی خواهند ماند و ما اینجا با پشتیبانی از افغانستان ادامه خواهیم داد و ما اینجا خواهیم بود. پس اکنون مربوط حکومت و مردم افغانستان است تا پیش بروند و از آینده با مسئولیت پشتیبانی نمایند و این امیدوار کننده است. This is a hopeful thing. It's not a bad thing. تشکر آقای سفیر. تشکر زیاد از شما.